بنام و یار خدا با عرض سلام به خبر شش عصر از شمشاد خوش آمدید. امروز چهارشنبه اول سنبله سال 1402 هجری خورشیدی است. سرخط مهمترین ها. تأکید معاون سیاسی وزارت امور خارجه بر اعاده حقوق زنان و دختران. شیر محمد عباس تانکزی میگوید تعلیم دختران فرض کفایی است و باید برایشان این حق داده شود. انتقاد سرپرست وزارت داخله از اظهارات پسین پاکستان. سراج الدین حقانی میگوید زور آزمایی اسلام آباد در برابر کابل به ضرر روابط تمام خواهد شد. و جان باختن حدود 500 کودک به دلیل گرسنگی در چهار ماه گذشته در سودان. مشروع خبرها، من فیصل فیضان هستم. عباس ستانکزی اعتراف کرد که حکومت سرپرست حق اساسی زنان و دختران را نداده است. وی بازگشایی دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را بروی دختران حق شرعی آنها می داند و بر اعاده این حق برای دختران تاکید می کند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه می افزاید که کار کردن از سوی زنان نیاز افغانستان است و نگرانی ابراز می کند که چرا این اجازه برای آنها دادن نمی شود. معاون سیاسی وزارت امور خارجه در جریان سخنرانی در یک سمینار در اکادمی علوم یک بار دیگر بر استراتژی حکومت درباره کار زنان و تعلیم دختران انتقاد کرد. وی میگوید که به تعلیم دختران و کار زنان به گونه جدی نیاز است و به گفته او به جای اعمال محدودیت های سخت بر این قشر باید برای آن سهولت ها به میان آید. او سوی دوی حال ته چې تاسو اوسه او د توان خپل سره او ما زوره دوی او په دې باندې تنګی مکه کوم جی که چې تاسو اوسه محل دی بده باش تاسو البته به خزم در سره وي په دوی باندې به تنگ دستی نکوي په خپل وس په اندازه به فراخی په باندې کوي. با گفته استانکزی زنان در تمام عرصه ها حق سهم فعال را دارند و نیاز است که این زمینه برای آنها در مکاتب، پوهنتون ها و سایر مراکز اکادمیک برابر گردد. او تعلیم دختران را فرض کفایی و بر مقامات حاکم واجب می داند که برای دختران زمینه و سهولت ها را برابر نماید. شریعت خزی تا دی علم او تعلیم اجازه ورکی او زده که برای کنجی کهو تعلیم به چیره کهو سرقم بایی کهو او په دی که نر او خزی یو ساندی په مدرسه که بایی کهو په تعلیمگاهو که بایی کهو په پانتونونو په مکاتبو که بایی کهو. طلب العلم فریدتون علا کل مسلمه په دی مبارک حدیث که دا ذکر کیگی چه طلب دی علم په طول مسلمانانو بانده اغا فرض ده په دې کې نر او ښځې شاملېږي. د نجونو لپاره مکتب خلاصول، لیک او لوست ورښودل دا ټول مشروع دي. کفایت المفتی جلد 2 صفحه 450. په ښځو باندې دنیوي علم فرض کفایي دی. المفصل فی کتاب احکام المرأة جلد 3 صفحه 250. برخی از مقامات دیگر نیز نظر مشابه دارند و باور دارند که زنان باید در طبابت، قضا، تجارت و در سایر عرصه های جامعه سهم معنادار داشته باشند. به گفته آنها، برای داشتن سهم در بخش های مذکور، پرورشوی ظرفیت سازی زنان در مکاتب و پوهنتون ها ممکن است. زمان استاد سیدو فقی پی کتابونو که خزا داتا را جوڑی دیش، اختلاف نشد. کم عمل چکلی داغی علم بزده که؟ دا علم بچر تزده کی جمال کی پنتون کی دا معاصر ترتیب دی. خزا زما استاد دا مذب پا کتابونو کی تجارت کولی شی، اختلاف نشتا پا کی دا تجارت علم دا بزده کول غواری دا بچر تزده کی دا پنتون کی زده کی معاصر ترتیب دا دی. خزا بغیر دا حدود و دا قصاص نا قضیه جوڑی دی شی دا قضا علم دا بچر تزده کی معاصر ترتیب دا دی. علاوه بر تاکید بر تعلیم دختران و کار زنان، معاون سیاسی وزارت خارجه نبود قانون اساسی را یک مشکل بزرگ می داند و خواهان اقدامات عاجل در این بخش شد. او همچنان برداشتن فاصله میان حکومت و مردم را برای بقای حکومت مهم خواند. بلداد دیده بخاطر چه دخل گزرون نلاست راوری باید حکومت او نظام دخل گو پا مند کی ووزی خوک امرا پا لوارو چوکه و لوارو ودانه کی پا زانونو بانده پلسگونو پیری را سرخوری سوکنسی ورده ده بیا
هغه شرعي نظام نه دی د خلکو په زړونو باندې حکومت نشي کولی لکه کوم چې باید پی باندې اوسي. در این سمینار یک روزه تحت عنوان خیرالقرن با مقدمه سهم زنان در اکادمی علوم، مقاله های نویسندگان و اشتراک کنندگان در بخش های مختلف آن خوانده شد. نظریات این بود که زنان به پیمانه وسیع در بخش های مختلف حق سهم داشتن را دارند و نیاز است تا برای آنها زمینه برابر گردد. سراج الدین حقانی زور آزمایی پاکستان در برابر افغانستان را به ضرر روابط می‌خواند. حقانی به خبرنگاران در ولایت اروزگان گفته است که هر گونه مسائل میان افغانستان و پاکستان باید از راه‌های سیاسی دنبال و حل گردد. حقانی همچنان ناامنی‌ها در مناطق تحت کنترل پاکستان را مسئله داخلی این کشور دانسته و تأکید کرده که باید به آن راه حل‌های معقول جستجو شود. از سوی دیگر تحلیلگران نیز ناامنی‌ها در مناطق قبایلی و پشتونخوا را سازش و پلان پاکستان دانسته می‌گویند که بار ملامتی آن نباید بر دوش افغانستان انداخته شود. همزمان با افزایش ناامنی در خیبر پشتونخوا و مناطق قبایلی، مقامات ملکی و نظامی پاکستان از لهجه زورآزمایی در برابر افغانستان کار گرفتند. اما به تازگی سراج الدین حقانی سرپرست وزیر امور داخله زورآزمایی پاکستان در برابر افغانستان را به ضرر روابط دو جانبه میخواند. حقانی در اروزگان به خبرنگاران گفته است که بر اساس نرم های سیاسی پاکستان باید هر گونه مشکل و چالش را با افغانستان از روی مذاکرات و گفتگو حل نماید. پاکستان حکومت ستونز و مشکلات چې کوم دي هغه په صحیح معنا باندې سړی ورته وګوري، دا ستونز و مشکلات موږ سره نه لري، د کور دننه د دې مشکلات دي. د دې مشکلاتو د حل لپاره عمارت لارې خلاصې دوی ته پرېښې دي، دوی ته یې پوره وخت ورکړی دی. خو په دې کې سره د دې نه که دغه مشکل د زور د لار نه حل کول غواړي، حتماً به داسې وي چې دغه ملتونه چې د افغانستان او پاکستان تر مابین باندې ډېر مشترکات دي، د هغه مشترکاتو ته به خامخا نقصان رسیږي. حقانی تجدید ناامنی در خیبر پشتونخوا، مناطق قبایلی و مناطق تحت کنترل پاکستان را مسئله داخلی این کشور میداند و تاکید میکند که مقامات پاکستانی باید در آن افغانستان را دخیل نسازند. حقانی افزوده که به ابتکار افغانستان یک بار دیگر مذاکرات میان پاکستان و تی‌تی‌پی آغاز گردیده بود، اما به دلیل تحولات به میان آمده سیاسی در پاکستان به نتیجه به اتمام رسید. قبل دی پتن روس دی مذاکرات شروع شد، دست مرحله تا ورسیدن چه اخیری نهایی حل کول دی دوی والتا او دی پاکستان حکومت سیاسی حکومتی بدل شو، پروژی حکومتی چکم دی آقا بدل شو، نوی خالق راغلو نوی تجربه بیا شروع کرده بیدی که و دا آقا چکم دا گرام و توان با افغانان بنده و گوت افغانانو تا نوله که و الان مشکل دا دیده دی کور دینه نمشکل ده. اما کارشناسان سیاسی میگویند که وضعیت سیاسی، اقتصادی، امنیتی در پاکستان از هر زمان دیگر به وخامت گرایده است و مقامات پاکستان برای تغییر دادن ذهنیت عامه بار ملامتی آن را بالای افغانستان میاندازند. آنان درخواست دارند که پاکستان استفاده از این تاکتیک را دیگر متوقف سازد. بدی ورستوی که چه در پاکستان سیاسی، اقتصادی، ټولنیز، امنیتی وضعیت تر بل هر وخت نه زیات کرکرچن شوی دی. د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده. ولسی د خپل حکومت د ظلمونو او خرابو سیاستونو په مقابل کې راپورته شوی دی. نو د پاکستان د حکومت چارواکي په ډیره بې شرمۍ او سپینسرګۍ سره هڅه کوي چې د خپل هیواد د شته ستونزو پړه پر افغانانو او د افغانستان په اسلامي امارت ورواچوي. سرپرست وزیر امور داخله این اظهارات را در حال بیان نموده که چند قبل لوی درستیز پاکستان در خیبر پشتونخوا از مردم افغانستان خواسته بود تا در بخش عدم تهدید از افغانستان در برابر پاکستان با این کشور همکاری کنند. قابل یادآوری است که روابط میان حکومت و پاکستان در این اواخر تیره شده است. پاکستان متواتر اتهام وارد می نماید که منشأ ناامنی در این کشور در افغانستان وجود دارد. امارات اسلامی خواهان بازگشایی یک باب جدید سیاسی و دیپلماتیک با جهان است. معاون سیاسی وزارت امور خارجه و معاون یوناما روی وضعیت روان افغانستان بحث و گفتگو نمودند. با این حال از امارات اسلامی خواسته می شود که برای خاتمه بخشیدن به تنش‌های سیاسی روان با جهان در برخی از تصمیمات خود تجدید نظر نماید.
با وجود گذشته بیشتر از 2 سال نوز هم تنش‌های سیاسی میان امارت اسلامی و جهان پابرجاست. و خاطر حل این مشکلات و نگرانی‌ها بارها نشست‌ها و دیدارها برگزار گردید. اما هیچ کشور حکومت سرپرست کنونی را به رسمیت نشناخته است. تازه معین سیاسی وزارت امور خارجه و مارک پودزل معاون یونما در افغانستان در یک دیدار علاوه از سایر موضوعات روی پلان‌های جدید به میان آوردن باور سیاسی نیز گفتگو کردند. هر دو جانب در کنار یک سلسله موضوعات سیاسی روی برداشتن محدودیت های بانکی، جلوگیری از کشت و قاچاق کوکنار و تغییر اقلیمی گفتگو نمودند. جانب افغان ابراز امیدواری به باب جدید از روابط سیاسی و دیپلماتیک با جهان نمود. از سوی دیگر مارکس پودزل تعهد به زمینه سازی کمک های جهانی با افغانستان نمود. کار زنان، آموزش دختران، حکومت همشمول و ادعاهای تهدید از خاک افغانستان از جمله موضوعات است که در نزدیک به هر نشست مطرح گردیده است. باور این است تا زمانی که امارت اسلامی به تغییرات اساسی توجه نکند، در کنار تعامل تداوم همکاری ها هم دشوار خواهد بود. خصوصا مثلا حکومت خلوص ستونو که بنیادی تغییر اولی او هغه یو دغه چې افغانستان په مسله کې کیل دي دوی له سیاسي روایت سازي څخه تیر نشي او په هر کې په یو بینابین او متدینه ډیپلوماسي او سیاست اړیکو کې تعامل ونشي دا سخت ده چې دومره لږ واټن دي نږدې کړی شي. برخی دیگر به این باورند که کابل به خاطر بهبود روابط سیاسی و دیپلماتیک با جهان پاسخ قابل قبول به خواستها و نگرانی ها آماده کند تا این بی‌باوری سیاسی خاتمه یابد. که واقعا امارت اسلامی غواړي نړۍ سره یې اړیکې جوړې کړي یا نوی باب جوړ کړي، بیا د یو نوې الهې مندې کار وکړي چې د نړیوالو اصولو رعایت دپاره لاره ورسي. همداسې د نړیوال هغه شرایط چې وړاندې کړي دي د هغه د پلي کولو البته مشروع شرایط پلي کولو دپاره به د یو میکانیزم جوړ کړي تر هغې چې دغه ډول ستونزې حال نه شي. زه فکر نه کوم چې نړۍ د سیاسي تعاملاتو دپاره له اسلامي امارات سره کم جورجاری ته ورسیږي. نو ښه خبره دا ده چې یو څه به ملګري ملتونه او نړیوال راتیریږي او څه به طالبان هغو ته عملي لاره پرانیزي. این در حالی است که قبل از این امارت اسلامی بیان داشته بود که خواهان روابط متقابل با تمامی جوانب است و جهان باید بانها با عنوان یک حکومت مرکزی برخورد نماید. در کنار این کابل از کشورها خواسته بود که به هدف به رسمیت شناسی پیش قدم شوند و نگرانی ها باید از راه گفتگو و مشترکن حل گردد. رهبری امارات اسلامی به تازگی یک فرمان جدید را صادر کرده است. در این فرمان برای تمامی ادارات دولتی دستور داده شده که سهولت‌های لازمی را در زمینه معیاری‌سازی تجارت و تقویت سکتور خصوصی ایجاد نمایند. در فرمان همچنان افزوده شده که باید با فعالان سکتور خصوصی برخورد نیک و در امورات مربوط به آنها از جدیت کار گرفته شود. با این حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری فرمان مذکور امارت اسلامی را برای رفع چالش‌ها مفید می‌خواند. ملا هبت الله اخونزاده زعیم امارت اسلامی با تازگی یک فرمان را در رابطه با رشد تجارت کشور صادر نموده است. در این فرمان به تمام وزارتخانه ها و ادارات دستور داده شده که به هدف معیاری سازی تجارت، افزایش صادرات، ایجاد مناسبات دوامدار و پایدار با کشورهای همسایه، رشد سکتور خصوصی و حمایت از تولیدات داخلی اقدامات جدی روی دست گرفته شود. وزارتخانه ها و ادارات مکلفند تا به هدف توسعه تجارت و اقتصادی در بنادر و بزرگراه ها تسهیلات را ایجاد نمایند. اداره های مرکزی و ولایتی نیز مکلفند تا مطابق اسناد تقنینی با اعضای سکتور خصوصی برخورد درست نمایند. همچنان تمامی ادارات مکلفند تا به خاطر رشد صنعت داخلی از تولیدات داخلی استفاده کنند. از سوی هم مسئولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری از این فرمان رهبری امارت اسلامی استقبال نموده و می افزایند که با این امر چالش های فراراه سکتور خصوصی برطرف خواهد شد. موجه در امیر الممنین هر حیرایت چه در خصوصی سکتور سره در شه همکاری پا حق طول دولتی ادارات تک کردی در زده لکوی مننکو اختی تلا دی اجر عظیم ورکی اوزد پکر کن پا جه سر با در هغه خندونه چې د خصوصي سکتور په وړاندې موجود وي او په اداراتو کې څه خندونه وي هغه به له منځه ولاړ سي او په تجارت، ترانزیت او سرمایه گذاری او صنعت کې به پرمختیا رسي. همزمان با این معاونت اقتصادی ریاست الوزراء از ایجاد استراتژی ملی افغانستان برای 5 سال آینده به هدف خودکفایی کشور خبر داده است.
تصمیم ساخت استراتژیک انکشاف ملی افغانستان اتخاذ شد که هدف آن حکومتداری بهتر، واضح نمودن دیدگاه 5 سال آینده، تعیین دیدگاه اقتصادی به سطح کشور، ایجاد اجتماع به هدف مبارزه با چالش‌های فراراه رسیدگی به اهداف اقتصادی و برابر نمودن زمینه پیشرفت و رشد سکتور خصوصی است. پلان‌ها و طرح‌های کمیسیون اقتصادی در راستای کاهش فقر، ایجاد اشتغال، جلب و جذب سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت‌ها و زیربناهای اقتصادی کشور هست. هدف اساسی است که افغانستان قدم‌های را به طرف خود کفایی برداره و طرح‌های انکشافی و توسعه‌ای بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. از سوی هم کارشناسان امور اقتصادی میگویند هر قدر که برای تقویت سکتور خصوصی گام‌های استوار برداشته شود، به همان پیمانه وضعیت اقتصادی کشور بهتر خواهد گردید. نو کله چې د دوی د مشر لخوا فرمان صادریږي، دا د دوی لپاره سره کرخه ده. نو تر ډیره بریده دوی دغه فرمان ته ډیر احترام لري. نو په هر اندازه باندې چې د خصوصي سکتور تقویل لپاره دغه ډول کړنې ترسره کیږي، دا کولای شي چې په مجموع کې د خصوصي سکتور د پرمختګ تر څنګ خصوصي سکتور ته دا وده ورکړي چې د تجارت په برخه کې هم خپله ونډه زیاته کړي. ځکه کله چې دغه ډول فرمانونه صادریږي، دا پانګوالو ته د دې زمینه مساعدوي چې دوی په دغه برخه کې خپله پانګونه زیاته کړي او نوې پانګونې وهڅوي. این فرمان از سوی رهبری امارت اسلامی در حال صادر می‌گردد که مسئولین وزارت اقتصاد از ایجاد تغییرات مثبت در صادرات نسبت به سالهای گذشته خبر دادند و اطمینان سپردند که برای رشد اقتصادی و سکتور خصوصی تلاش‌های بیشتری را به خرج خواهد داد. حکومت سرپرست می‌گوید که روابط سیاسی آن با کشورهای منطقه تحکیم شده و جهان نیز علاقمند به تعامل است. مقامات وزارت امور خارجه میگویند که جهان شرایط مشخصی را برای به رسمیت شناسی ارائه نکردند و از این موضوع به گونه فشار استفاده میکنند. از سوی دیگر تحلیلگران اما روابط فعلی افغانستان با جهان را کافی نمیدانند و به خاطر بیرون رفت از انزوا بر تفاهم با جهان تاکید دارند. امارت اسلامی افغانستان از داشتن هر نوع رابط سیاسی با کشورهای همسایه و منطقه خبر می دهد که به گفتش اکنون با برخی از کشورهای مهم و مطرح منطقه رابط دیپلماتیکشان مستحکم است. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه می گوید دور نیست که جهان هم به خاطر تعامل سیاسی با افغانستان پیش شود. سیمیل هیوادون سرخو الحمدلله هر دول سیاسی اړیکې د موږ سره او لا هم وده کوي. پاتو سو غربی هیوادونه چې دوی ولې ظلم نازړه دي، زه فکر کوم تر یو حد خودی بی زړتوب هم کوي، تر یو حد پوری په داسې حالت کې چې دوی په داسې شکل نه غوښتل لکه څنګه چې پیښه شوه چې له افغانستان نه ووځي، نو طبعا چې بیرته اړیکې عادي کوي سوکه سوکه به مخې ته راځي. اما کارشناسان میگویند رابط فعلی کابل با کشورهای منطقه کافی نیست و حکومت سرپرست باید با جهان به تفاهم و تعامل برسد که افغانستان از مشکلات کنونی سیاسی و اقتصادی نجات یافته و دوباره به پای خود بیستد. گرچه در طی دو سال گذشته ما شاهد آن هستیم که تعداد از کشورها سفارتخانه خود در افغانستان باز نگه داشتند و همچنان بعضی سفارتخانه ها و قونسلگری افغانستان را به اختیار وزارت خارجه حکومت سرپرست فعلی افغانستان قرار داد، اما به خاطر مسئله به رسمیت شناختن و تعامل بیشتر و تعمیر روابط سیاسی و دیپلماتیک در سطح بین‌المللی این کارا کافی نیست. به خاطر پذیرفته شدن نرم‌های جامعه جهانی و همچنان تعمیر روابط سیاسی و دیپلماتیک یک سلسله قوانین مقررات لوایح و همچنان کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود دارد که حکومت‌ها مکلف به پرداختن به آن میباشند. کمیتوار هستیم که سفارت فعلی افغانستان هم در همگامی و همسویی با خواستای جامعه جهانی گام برداشته برای تأمین تعامل و روابط سیاسی و دیپلماتیک با جهان گام برداره. در این حال امارت اسلامی میگوید هیچ نه به بهانه به خاطر به رسمیت شناسی حکومت سرپرست افغانستان باقی نمانده و جهانیان این مسئله را به گونه فشار استفاده می کنند. وزارت امور خارجه میگوید هیچ نه به شرایط مشخص از سوی جهان برایشان به خاطر به رسمیت شناسی پیشنهاد نگردیده که با پوره شدن آن افغانستان به رسمیت شناخته شود. کم غربی هیوادونه همدغه رسمیت موضوع پلحال دی و پشار پر دول کاروی
نور تر اوسه پورې موږ ته کوم مشخص شرطونه نه دي وړاندې کړي، ځکه دا شرطونه په ځای سي نو بیا په رسمیت پیژندل کیږي. اما باور این است که به خاطر ثبات دائمی کشورها، به دست آوردن مشروعیت داخلی و خارجی برای مسئله بررسمیت شناسی بسیار مهم است. ناظرین میگویند زیانهای دو ساله بررسمیت نشناختن نظام را افغانها حس کردند و اگر این امر بیشتر از این با جهان لاینحل باقی بماند، کشاله افغانستان بیشتر طولانی و تأثیر منفی آن بالای مردم عام بیشتر خواهد بود. رسمیت پیژندل د دولتونو تر ټولو مهم لومړیتوب ده، ځکه د نړیوال رسمیت پیژندلو سره نه یوازې د دولتونو مشروعیت تړلی، بلکې د دولتونو راکړه ورکړه د هغوی سیاسي اقتصادي تعاملات له نړۍ سره په کور دننه د ولس د باور جوړونې په برخه کې پرمختګونه او په لویه کې د امنیت تبدیلیدل په ثبات باندې دې کې ډېر زیات مهم کردار لوبوي. کوم دولتونه چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني هلته ګڼ ټولنیزې ناخوالې، اقتصادي ناکامۍ او په لویه کې د ثبات د نشتون ویره هغه رامنځته کیږي. له دې امله دغه ځنډ چې دوه کلن شو اوس د دې ځنډیدل د نړیوال رسمیت نه ترلاسه کول دا د افغانستان ستونزې او کشالې ژوروي. بعد از آن که برخی از کشورهای همسایه و منطقه سفارتخانه های خود را در کابل بازگشایی نمودند و شماری از کنسولگری ها و نمایندگی های سیاسی هم در یک تعدادی از کشورها به افغانستان سپرده شد که اکنون به اساس هدایت وزارت امور خارجه امور خود را به پیش میبرند. پایان خبرها. با سپاس از توجهتان. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.